سیکل چیلر جذبی از این قسمت از اواپوراتور شروع میشه. همونطوری که میبینید لوله های مسی وجود داره. داخل این لوله های مسی آب چیلد هستش که به سمت مصرف کننده ها میده. در بالای این لوله های مسی لوله هایی وجود داره که مبردمون که همون آب هستش رو از طریق این نازل ها میپاشونه روی لوله های مسی. از اونجایی که داخل چیلر جذبی خلاء هستش دیگه آب در دمای 100 درجه سانتیگراد تو یک اتمسفریک به جوش نمیاد، بلکه دمای جوشش آب به شدت کاهش پیدا میکنه و در دمای خیلی پایینتر به جوش میاد. این کاهش دمای جوشش و پاشش نازل ها بر روی لوله های مسی باعث تبخیر آب پاشیده شده از داخل نازل ها میشه. در نتیجه لوله های مسی خنک میشن و آب به صورت بخار در میاد. آب بخار شده از کنار لوله های مسی و از الیمیناتورها رد میشه، از این قسمت الیمیناتورها رد میشه و وارد ابزوربر میشه. در ابزوربر دوباره ما نازل هایی رو داریم که لیتیوم برماید که یک نمک قلیایی هست رو میپاشند بر روی لوله های ابزوربر. داخل این لوله ها آب برج خنک کننده جریان داره. پس ما یک نمک قلیایی داریم، نمکی که جاذب رطوبت هست، از این نازل ها پاشیده میشه و بخار آب که تو این فضا وجود داره. لیتیوم برماید بخار آب رو جذب میکنه و رقیق میشه و در تشتک جمع میشه. لیتیوم برماید رقیق شده توسط این پمپ که الان باز شده از کف ابزوربر جمع میشه، مکیده میشه و به سمت جنراتور فرستاده میشه. قبل از اینکه وارد جنراتور بشه یک مبدل حرارتی وجود داره که در داخل این مبدل حرارتی با لیتیوم برماید غلیظ خروجی از جنراتور تبادل دما میکنه. در داخل جنراتور هم ما لوله های مسی رو داریم که در داخلش آب داغ یا آب گرم یا بخار وجود داره. لیتیوم برماید رقیق که به این قسمت فرستاده میشه در این قسمت تا گرما بهش داده میشه. گرمای داده شده باعث تبخیر آبی که توی ابزوربر جذب شده میشه و لیتیوم برماید غلیظ خارج میشه از چیلر. همونطوری که میبینید از طریق این لوله به انتهای جنراتور فرستاده میشه و کل مسیر جنراتور رو طی میکنه لیتیوم برماید و به انتهای دیگه میره و از لوله غلیظ خارج میشه و به سمت ابزوربر حرکت میکنه. البته در بین راه از مبدل حرارتی رد میشه. بخار آب جدا شده به سمت بالا میره. اما بخار آب جدا شده از لیتیوم برماید تو جنراتور به سمت بالا حرکت میکنه و وارد کندانسور میشه. تو کندانسور هم همونطوری که میبینید الیمیناتورهایی وجود داره که در پشت اون لوله های مسی قرار داره. داخل این لوله های مسی هم آب برج خنک کننده جریان داره. بخار آب خنک میشه و میان پیدا میکنه و در این تشتک جمع میشه. وقتی که تو تشتک جمع میشه از طریق این لوله دوباره به اواپوراتور فرستاده میشه. همونطوری که میبینی دوباره برمیگرده به اواپوراتور. آبی که از این طریق وارد اواپوراتور میشه و آبی که تبخیر نشده در این تشتک جمع میشه. همونطوری که میبینی این خروجی تشتکمون هستش که میاد از این قسمت در این قسمت تانک جمع میشه و در این خروجی به سمت پمپ مورد فرستاده میشه. این قسمت مکش پمپ موردمون هستش. پمپ مورد از رفریجرنت تانک از طریق این لوله مکش انجام میده. الان این پمپ باز شده و از طریق این لوله
مبرد رو به نازل ها میفرسته. همونطوری که میبینید از طریق این لوله فرستاده میشه و به نازل های اواپوراتور فرستاده میشه. به این ترتیب سیکل ادامه پیدا میکنه و بخار آب جدا شده در کندانسور به میعان تبدیل میشه و میعان شده برمیگرده به اواپوراتور و سیکل رو دوباره تکرار میکنه. توجه بکنید که فشار قسمت پایین که ابزوربرمون هست و اواپوراتور با قسمت بالا تو چیلرهای مختلف فرق داره، اما به طور میانگین هلوهش 10 برابر اختلاف فشار دارن. یعنی هر چقدر فشار پایینمون هستش 10 برابر فشار قسمت بالامون هست که خیلی مزیت‌ها رو به ما میده، از جمله حرکت سیال غلیظ از قسمت جنراتور به قسمت ابزوربر. همونطوری که میبینید از طریق این لوله محلول لیتیوم بروماید غلیظ از جنراتور خارج میشه و از مبدل حرارتی رد میشه و به ابزوربر فرستاده میشه. این ساده ترین طرح ممکنه برای چیلر جذبی است. هرچند نکته خیلی زیادی تو این سیکل جذبی وجود داره، از جمله اجکتور یا اوریفیس ها که اون رو در فیلم های دیگه ای توضیح دادیم.